بور گفت: سینوهه، آیا تو بیشتر به مردم خیر میرسانی یا زارعی که در بابل یا در مصر مشغول زراعت است و غذای مردم را به آنها میرساند؟ اگر تو امروز نباشی مردم از گرسنگی نمیمیرند، ولی اگر زارع نباشد مردم خواهند مرد. آیا تو بیشتر به مردم خیر میرسانی یا غلامی که در معدن مشغول استخراج زر و سیم است و با زر و سیم او تو میتوانی هرچه بخواهی ابتیاع کنی؟ پس چرا آن زاره که بیش از تو به مردم خدمت میکند و خیر میرساند گرسنه است؟ و برای چون غلام آنقدر با گرسنگی در معدن زحمت میکشد تا جان بسپارد؟ و چرا تو حاضر نیستی که به قدر خدمتی که آنها به مردم می کنند به آنها پاداش بدهی؟ پس آنچه سبب می شود که در ملت غنی و فقیر به وجود بیاید این نیست که اغنیا بیش از فقرا به مردم خیر می رسانند و خدمت می کنند، بلکه تفاوت بین غنی و فقیر بر اثر دو چیز به وجود می آید، یکی خدا و دیگری حکومت. هر جا که خدایی وجود دارد و حکومتی موجود است، عده‌ای غنی و دسته‌ای فقیر می شوند، زیرا کاهنان خدای مصر به خود حق می دهند که بهتر از دیگران زندگی کنند و غنی تر باشند و کارکنان حکومت هم خود را زی حق می دانند که از تمام مزایا برخوردار شوند. این دو دسته برای اینکه تفاوت بین خود و دیگران، یعنی بین غنی و فقیر را حفظ نمایند، قوانینی را به موقع اجرا می گذارند که حتی القوه فقرا ثروتمند نشوند و به پای آنها نرسند. حکومت بابل قانون ریش را برای حفظ تفاوت غنی و فقیر به موقع اجرا می گذارد و حکومت مصر قانون مربوط به تحصیل در دارالحیات را. ولی در مصر و بابل و سوریه و حاتی و کرت و جاهای دیگر هدف کاهنان خدا و کارکنان حکومت یکیست و آن اینکه مزایای کاهنان خدا و کارکنان حکومت برای آنها باقی بماند و حتی الامکان کسی شریک آنها نشود. سینوهه، تا وقتی که یک خدا و یک حکومت در مصر هست، تفاوت بین غنی و فقیر باقی است و چون مصر و کشور بدون خدا و حکومت نمیتواند زندگی کند، پس پیوسته این تفاوت وجود دارد و فرعون تو که میخواهد این تفاوت را از بین ببرد مبادرت به عملی دیوانوار میکند و چون این عمل اخناتون سبب زوال مصر میگردد، باید او را از بین برد تا مصر نجات پیدا کند. من که از شنیدن این حرف مضطرب شده بودم، قدر نوشیدم که اضطراب را از بین ببرم و هری بور گفت: سینوهه، تو مردی بی آزار هستی، ولی یک مصری می باشی و یک مصری نباید در این مبارزه که هدف آن نجات مصر می باشد بی طرف بماند، چون بی طرف ماندن فرار از انجام وظیفه و بی غیرتی است و ما پیروان آمون حاضر نیستیم که با اشخاص بی‌طرف مدارا رفتار کنیم، برای اینکه ما در این کشور قربانی بی‌طرفان شدیم. روزی که فرعون تصمیم گرفت خدای ما را محو کند، ما امیدوار بودیم که ملت مصر به هواخواهی خدای خود قیام نماید و نگذارد که خدا و رسوم و آداب او را از بین ببرند. ولی یک وقت دیدیم که اکثر مردم در این کشور بی‌طرف شدند و از بیم جان یا مال دست روی دست گذاشتند و سکوت کردند و این بی‌طرفان بودند که ما را از بین بردند. اگر ما قبل از اینکه فرعون با آمون بجنگد می‌دانستیم که مردم بی‌طرف خواهند شد، برای مبارزه با خصم سرباز اجیر می‌کردیم و از کشورهای دیگر سرباز می‌آوردیم و چون زر و سیم داشتیم می توانستیم که یک قشون بزرگ به وجود بیاوریم. لیکن به امید این که همه مصری ها پیرو و آمون هستند و نخواهند گذاشت خدای آنها سرنگون بشود، از تدارک یک قشون بزرگ صرف نظر کردیم. اینک سینوهه، تو که تا امروز بی طرف بودی، باید تکلیف خود را معلوم کنی و به من بگویی که آیا دوست ما هستی یا دشمن ما، زیرا ما تمام بی‌طرفان را دشمن خود می‌دانیم و آن که با ما نیست خصم ماست. و چون تو مردی نیک فطرت هستی، برای اینکه بتوانی تکلیف خود را معلوم کنی به تو می‌گویم
که فرعون تو تا ابد زنده نخواهد ماند. من این حرف را به دیگری نمیزنم، ولی به تو میگویم، زیرا یک دانشمند هستی و ظرفیت داری و تو میتوانی حرفهایی را بشنوی که دیگران ظرفیت شنیدن آن را ندارند. گفتم: هریبور، چه میخواهی بگویی؟ هریبور گفت: ما مقدمات مرگ فرعون را فراهم کرده ایم و او خواهد مرد، ولی نه به زودی. گفتم: هریبور، آیا یک سگ دیوانه تو را با دندان گرفته یا یک عقرب به تو نیش زده که اینطور حرف میزنی؟ هریبور چراغی را که در اتاق بود برداشت و گفت: بیا تا چیزی به تو نشان بدهم. من برخواستم و عقب او از اتاق خارج گردیدم و از راه رو گذشتم و باز آن مرد مرا از دالانی عبور داد و به یک اتاق رسیدیم و در به آن را گشود و وقتی وارد شدیم چشم من به بسته های سیم و زر افتاد. مشاهده ی فلزات مزبور مرا وادار به تبسم کرد و از سادگی هریبور حیرت نمودم. او تبسم مرا دید و گفت: سینوهه، من کودک نیستم که در صدد برایم تو را به وسیله زر و سیم فریب بدهم و هم دست خود کنم. من می دانم که تو پزشک سلطنتی هستی و در نظر یک پزشک سلطنتی زر و سیم ارزش ندارد، زیرا هر قدر که بخواهد فلزات گرانبها به دست می آورد و من از این جهت تو را به این اتاق آوردم که مجبور بودیم از اینجا عبور کنیم و وارد اتاق دیگر بشویم. سپس یک درب مسین سنگین را گشود و مرا وارد اتاق دیگر کرد. در نور چراغ چیزی را به من نشان داد که من با اینکه خود را مردی خرافه پرست نمی دانم از مشاهده آن لرزیدم. در آن اتاق روی یک تخت سنگ بزرگ مثل نیمکت مجسمه مومی فرعون اخناتون را نهاده، پیکانهایی در سینه و سرش فرو کرده بودند. هریبور گفت: سینوهه، ما به نام آمون فرعون تو را محکوم به مرگ کرده ایم و این پیکانها که میبینی پیکانهای مقدسی است که به نام آمون تقدیس گردیده و فرعون تو به طور حتم خواهد مرد، ولی متاسفانه ما نمیتوانیم به زودی او را بمیرانیم و مدتی طول میکشد تا اینکه وی بر اثر جراحاتی که ما در اینجا بر قالب مثالی او وارد میآوریم بمیرد و در این مدت دیوانگی این مرد مصر را بدبخت تر و ناتوان تر خواهد کرد. این منظره را از این جهت به تو سینوهه نشان دادم که بدانی صلاح تو در این است که از بی‌طرفی بیرون بیایی و با ما دوست شوی، زیرا اخناتون خواهد مرد و تو بدون فرعون خواهی شد و مقامی را که امروز داری از دست خواهی داد. هریبور مرا از آن اتاق خارج کرد و در را بست و به اتاقی که آنجا شراب می نوشیدیم مراجعت کردیم و وی پیمانه‌ای برای من ریخت و گفت: ما برای اینکه فرعون را بمیرانیم بعد از ساختن این مجسمه مومی مقداری از موی سر و ناخن او را از شهر افق به دست آوردیم و در این مجسمه کار گذاشتیم و کسانی که موی سر و ریزه های ناخن فرعون را به ما دادند برای زر این کار را نکردند، بلکه چون نسبت به آمون ایمان داشتند با ما مساعدت نمودند. بعد از آن هریبور گفت: نیروی خدای ما سال به سال زیادتر می شود و تو خود امشب در اینجا دیدی که ما توانستیم با استعانت از نیروی خدای خودمان آمون بیماران را بدون دارو و زخم بدی و کارد و آتش معالجه کنیم و پس از این نیروی آمون بیش از امروز خواهد شد و زیادتر کشور و ملت مصر را مورد لعن قرار خواهد داد، زیرا آمون نسبت به کشور و ملت مصر بسیار خشمگین است. هر قدر فرعون بیشتر عمر کند خشم آمون نسبت به ملت مصر بیشتر خواهد شد و اگر فرعون بمیرد ملت مصر از بدبختی رهایی خواهد یافت و تو که پزشک مخصوص او هستی میدانی فرعون مبتلا به سردرد میباشد و این سردرد قوای او را رو به تحلیل میبرد تا اینکه وی را به قتل برساند و همان بهتر که زودتر این واقعه روی بدهد. اگر تو مایل باشی من حاضرم دارویی به تو بدهم که فرعون را از درد سر و سایر دردهای حال و آینده معالجه نماید.
گفتم هی بور، انسان تا زنده می باشد ممکن است بیمار شود و بعد از اینکه وارد مرحله کهولت شد بیماری ها افزون می گردد. لذا نمی توان دارویی به افراد خورانید که آنها را در قبال بیماری های حال و آینده مصون کند و فقط مرگ است که انسان را از تمام بیماری ها می رهاند. هری بور گفت این دارو که من به تو می دهم تا اینکه در مورد فرعون تجویز کنی او را از تمام دردها خواهد رهانید بدون اینکه اثری در بدن وی باقی بگذارد و حتی بعد از اینکه لاشه او را تحویل مومیاگران دادند کارکنان مومیایی نخواهند توانست کشف کنند که او بر اثر این دارو مرده زیرا اثری در جگر سیاه و معده و امعاء وی باقی نمیگذارد. پس از این گفته قبل از اینکه من جوابی به او بدهم هری بور گفت سینوهه اگر تو مبادرت به این کار کنی و فرعون را به وسیله این داروی خواب‌آور که سبب مرگ می شود به دنیای مغرب بفرستی نام تو از طرف آمون و پیروانش جاوید خواهد شد و چون اسم تو باقی می ماند مثل آن است که زندگی جاوید داشته باشی و ما یعنی آمون و پیروان او از تو و اعقابت حمایت خواهیم کرد و تا روزی که مصر باقی است و خورشید بر این سرزمین می تابد اعقاب تو با سعادت و احترام زیست خواهند کرد. توضیح حاشیه: جهان مغرب جهان دیگر به موجب عقاید مصری های قدیم که در این حال جهانی شبیه به بهشت ما بوده است. مترجم ادامه متن: اگر تو مردی فقیر یا حریص بودی من به تو زر می دادم تا اینکه فرعون را به سرای دیگر بفرستی، لیکن تو بزرگتر از آن می باشی که بتوانند با زر تو را تطمیع کنند و برای کسانی مانند تو فقط یک پاداش زیبنده است و آن بقای نام است. آن وقت هری بور چشمهای درخشنده خود را به دیدگان من دوخت و من هنگامی که چشمهای او را می نگریستم دچار رخوت شدم و حس کردم که تحت سلطه اراده آن مرد قرار گرفتم، ولی روح من حاضر نبود که توصیه او را بپذیرد. هری بور افزود سینوهه تو چون مردی دانشمند و پزشک هستی می دانی که می توان تا حدی اراده افراد را تحت تسلط درآورد و من اگر اکنون به تو می گویم دست خود را بلند کن تو بلند خواهی کرد و اگر بگویم که برخیز تو برخواهی خواست، ولی نمی توانم تو را وادار به کاری کنم که روح تو آن را نمی پذیرد. من نمی توانم تو را وادارم که به آمون اعتقاد پیدا کنی مگر اینکه خود تو مایل به پرستش آمون باشی، و من نمی توانم تو را وادارم داروی مرا در مورد فرعون تجویز نمایی مگر اینکه خود بخواهی این کار را بکنی. ولی به نام کشور و ملت مصر از تو درخواست می کنم که این دارو را که من تهیه کردم بگیر و در مورد فرعون به کار ببر و ملت مصر را نجات بده. تا وقتی که هری بور با طرزی مخصوص چشم به دیدگان من دوخته بود من نمی توانستم که دست ها را تکان بدهم، ولی بعد از اینکه چشم از من برداشت من دست را تکان دادم و گفتم هری بور من اکنون به تو وعده ای نمی دهم، ولی داروی خود را به من بده که نزد من باشد و شاید خود فرعون روزی نخواهد از خواب بیدار شود و موافقت نماید که با دارویی قوی تر از تریاک او را بخوابانند تا اینکه بیداری در پی نداشته باشد و پس از بیدار شدن رنج نکشد. هری بور شیشه ای نزد من آورد و گفت دارویی که به تو گفتم درون این شیشه است و اینک که تو این شیشه را از من گرفته ای آینده مصر در دست تو می باشد و ما می توانیم فرعون را به طرز دیگر از بین ببریم، زیرا او هم انسان است و وقتی نیزه یا کاردی در بدنش فرو رفت خون وی ریخته خواهد شد و جان خواهد سپرد، ولی این واقعه نباید به وقوع بپیوندد، زیرا اگر مردم فقط یک بار ببینند که فرعون را می توان به قتل رسانید و بعد از آن هیچ طور نخواهد شد و مرگ فرعون در این جهان بیش از مرگ یک غلام در کائنات اثر نخواهد کرد، در صدد برمی آیند که فرعونهای دیگر را هم به قتل برسانند و قدرت مصر در آینده متزلزل می شود و در داخل این کشور پیوسته ناامنی و هرج و مرج حکم فرمایی خواهد کرد.
بهترین است که فرعون طوری از بین برود که مردم تصور نمایند که او به مرگ طبیعی مرده، و تو می توانی این تصور را در مردم به وجود بیاوری که اکنون تو تنها کسی هستی که قدرت نجات مصر را داری و سرنوشت در دست توست. گفتم هی بور، تو با اینکه تصور می کنی که همه چیز را می دانی، از بعضی چیزها بی اطلاع هستی و نمی دانی که سرنوشت مصر روزی در دست شخصی بود که سبدی را می بافت. ریبور پرسید مقصود تو از بافتن سبد چیست؟ گفتم این موضوع داستانی دراز دارد و در هر حال داروی تو نزد من هست، ولی به خاطر داشته باش که من وعده‌ای به تو ندادم. ریبور اظهار کرد ولی اگر مصر را نجات بدهی پاداش عظیم دریافت خواهی کرد. آنگاه بدون اینکه چشمهای مرا ببندد مرا از دیر زمین‌هایی که زیر معبد سابق آمون قرار گرفته بود خارج کرد و قبل از اینکه از زیر زمین خارج شوم به من گفت سینوهه، تو مردی شریف و رازنگاهدار هستی و من لازم نمی‌دانم توصیه کنم که راز وجود این زیر زمین‌ها و به خصوص مدخل آن را به کسی نگویی، زیرا شاید در تبس کسانی هستند که می‌دانند که در معبد آمون زیرزمین‌هایی وجود دارد ولی کسی نمی‌تواند وارد این زیرزمین‌ها شود. گفتم هلیبور، من شاید روزی بگویم که زیر معبد سابق آمون زیرزمین‌هایی وجود دارد، ولی هرگز راه ورود به اینجا را به کسی نخواهم گفت، زیرا این راز از من نیست. چند روز بعد تی ای مادر فرعون در کاخ خود بر اثر زهر یک مار سمی زندگی را بدرود گفت. مادر فرعون که به عادت دوره جوانی طبق تعلیماتی که از پدرش فرا گرفته بود پرندگان را به وسیله دام دستگیر می‌کرد، روزی جهت سرزدن به دامهای خود به باغ قصر رفت و متوجه نبود در آنجا که پرنده کوچکی هست ممکن است ماری وجود داشته باشد و دوچار زهر یک مار کوچک سمی به اسم سراست شد. بعد از اینکه نیش مار در بدنش فرو رفت فریاد زد و خدمه دویدند و خواستند پزشک او را بیاورند، ولی پزشک مخصوص او به طوری که پیوسته در این گونه مواقع پیش می آید حضور نداشت و لذا مرا بر بالین وی احضار کردند، ولی من می دانستم که وی مرده است، زیرا شخصی که دوچار نیش مار سراست شود فقط به یک ترتیب زنده می ماند و آن این که قبل از اینکه قلب او 100 قرعه بزند محل نیش را بشکافند و قسمت بالای عضو نیش خورده را با تناب ببندند و بگذارند که خون زیاد از مرد یا زن نیش خورده برود. اما در کاخ تی ای کسی در این فکر نبود و وقتی من رسیدم دیدم مادر فرعون مرده و گفتم دیگر از من کاری ساخته نیست و لاشه او را باید به مومیاگران بدهید که مومیایی کنند. آمی کاهن بزرگ معبد آتون وقتی شنید که مادر فرعون مرده است آمد و دست را روی گونه های متفرم تی ای نهاد و گفت بهترین بود که وی بمیرد، زیرا تی ای علاوه بر اینکه جوانی و زیبایی نداشت علیه من دسیسه می کرد و اینک که وی مرده امیدوارم که مردم آرام بگیرند. من تصور نمی کنم که آمی او را کشته باشد، وگرچه کاهن معبد آتون مادر فرعون را که زنی پیر بود دوست نمی داشت، ولی آن دو هم دست یکدیگر بودند و می دانستند که برای هم فایده دارند و در این جهان وحدت منافع بیش از عشق افراد آنها را به هم نزدیک می کند و دوام وحدت منافع زیادتر از عشق می باشد. وقتی خبر مرگ تی ای در تبس منتشر شد مردم جشن گرفتند و به شکرانه مرگ مادر فرعون شراب نوشیدند و فریاد زدند ما را از شر جادوگران آسوده کنید. آمی برای اینکه مردم را راضی کند 5 جادوگر سیاه پوست را که یکی از آنها زنی بسیار فربه بود از کاخ تی ای بیرون کرد و مردم یک مرتبه بر سر آنها ریختند و با اینکه سیاه پوستان جادوگر بودند نتوانستند که به وسیله جادوی خیش خود را نجات بدهند و به قتل رسیدند. پس از مرگ جادوگران آمی تمام وسایل جادوگری آنها را در هم شکست و آتش زد و من از این واقعه متاسف شدم، زیرا میل داشتم که بدانم سیاه پوستان چه داروهایی به کار می برند و چگونه دیگران را معالجه می کنند. هیچ کس در کاخ سلطنتی
بر مرگ تی ای و جادوگران سیاه پوست او گریه نکرد و بر بالین او نیامد و فقط شاهزاده خانم باکتاتون فرزند تی ای خود را به بالین مادر رسانید. این همان دختری بود که تی ای به من گفت که او را قبل از فرعون زاییده و من تا آن موقع او را ندیده بودم. شاهزاده خانم باکتاتون وقتی مرا کنار جنازه مادر خود دید پرسید: آیا تو سینوهه هستی؟ گفتم: بله. گفت: آیا برای تو ممکن نبود مانع از قتل سیاه پوستان شوی؟ گفتم: باکتاتون، تو میدانی که من در تبس هیچ نفوذ و قدرت ندارم و در این شهر قدرت در دست آمی، کاهن بزرگ معبد آتون و هرمهوب، فرمانده قوای مصر است و اگر من اقدامی برای ممانعت از قتل سیاه پوستان میکردم، خود به دست مردم کشته میشدم، بدون اینکه قتل من مانع از کشتار سیاه پوستان شود، زیرا مردم که میدانند من پزشک فرعون هستم فکر میکنند که من با مادر تو همدست بودم و با خدای سابق دشمنی دارم. شاهزاده خانم حرف مرا تصدیق کرد و بعد گفت: این سیاه پوستان بیچاره گناهی نداشتند و نمیخواستند که جادوگری کنند و اگر آزاد بودند به جنگلهای خود میرفتند و در آنجا زندگی میکردند، چون آنها به جانوران جنگل شبیه بودند و نمی توانستند در شهر زندگی نمایند و مادر من به اجبار آنها را در این شهر نگاه داشته در زیر زمین های این کاخ حبس نموده بود و من حیرت می کنم چرا هرمهوب مانع از قتل آنها نگردید. بعد شاهزاده خانم باکتاتون راجع به زناشویی هرمهوب صحبت کرد و گفت: من تعجب می کنم که چرا این مرد زن نمی گیرد تا اینکه دارای یک خانواده کثیرالاولاد شود. گفتم: این سوال را کسان دیگر هم از من کردند و من به آنها جواب ندادم، ولی به تو جواب می دهم، برای اینکه پاسخ من مربوط به تو می باشد. هرمهوب پس از اینکه وارد تبس شد و برای اولین مرتبه قدم به کاخ سلطنتی گذاشت، چشمش به تو افتاد و وقتی زیبایی تو را دید دیگر نتوانست نظر به هیچ زن بیاندازد، برای اینکه هر زن را که می دید در نظرش زشت جلوه می کرد. به همین جهت تا امروز نتوانسته است که بازی کوزه را انجام بدهد. ولی تو باکتاتون چرا شوهر نمی کنی و دارای فرزندان متعدد نمی شوی؟ مگر تو نمی دانی که درخت پیوسته گل و میوه نمی دهد و روزی می آید که بهترین درخت ها که در رسوب رود نیل رشد کردند از گل و میوه دادن باز میماند. شاهزاده خانم گفت: سینوهه، تو میدانی که خون من خون سلطنتی یعنی از خدایان است و شریفترین بزرگان مصر هم برای همسری من کوچک هستند، تا چه رسد به هرمهوب؟ و فقط یک نفر لیاقت دارد که شوهر من شود و او هم برادرم فرعون میباشد، لیکن فرعون با نفرتیتی ازدواج کرده است. از این گذشته خودم میل به شوهر ندارم، برای اینکه شنیدم که مردها وقتی با زنی ازدواج می کنند خود را مالک او می دانند و با او چون یک کنیز رفتار می کنند. و از بعضی از زنها شنیدم که بعضی از مردان خشونت را به جایی می رسانند که حتی زنان خود را هم کتک می زنند. وقتی باکتاتون این حرف را می زد، من او را می نگریستم و می دیدم که صورتش گلگون شده و با سرعت نفس می زند و فهمیدم که عقیده باطنی او را راجع به مردها غیر از این است که میگوید. و چون متوجه شدم که شاهزاده خانم از این صحبت لذت میبرد، به سخن ادامه داده گفتم: باکتاتون، خشونتی که مردها در زندگی خود با زنها به خرج میدهند خشونت واقعی نیست، بلکه ناشی از محبت زیاد آنها نسبت به زنها میباشد و تمام زنها این خشونت را میپسندند. ولی چون هرمهوب هنوز با زنی کوزه نشکسته، تو می توانی هر طور که میل داری او را تربیت کنی، زیرا مرد هر قدر نیرومند و شجاع باشد، تا وقتی با زنی کوزه نشکسته در مسائل مربوط به زندگی زناشویی با یک کودک فرق ندارد و زن او می تواند هر طور که مایل است وی را تربیت نماید، تا اینکه مطابق تمایل او با وی رفتار کند. تو هم می توانی که هرمهوب نیرومند و دلیر را کنار خود طوری وادار به ملایمت و نرمی کنی که هیچگاه با صدای بلند هم با تو سخن نگوید. باکتاتون گفت: سینوهه،
من میل ندارم که تو از هرم هوب تعریف کنی، زیرا وی روی خاک متولد شده و نژاد وی اصالت ندارد و من از نام او بدم می آید، و دیگر این که این صحبت مقابل لاشه مادرم خوب نیست. خواستم به او بگویم که این صحبت را تو شروع کردی نه من، ولی بهتر آن دانستم که این موضوع را بر زبان نیاورم. بعد مانند کسی که از وضع کاخ سلطنتی و نفرتی که سکنه کاخ از تی ای داشتند بی اطلاع است، گفتم باکتاتون، چرا هیچ یک از زنهای کاخ در اینجا حضور نیافتند و بر مرگ مادر تو گریه نمی کنند؟ هنگامی که مادرت را به خانه مرگ می برند تا اینکه لاشه او را مومیایی نمایند، مزدورانی هستند که در راه مویه خواهند کرد و اشک خواهند ریخت و خاکستر بر سر خواهند پاشید، ولی چون جنازه مادرت فوری به خانه مرگ منتقل نخواهد شد، لازم است که کسی در اینجا بر او گریه نماید و من چون پزشک هستم نمیتوانم گریه کنم، زیرا پزشک آنقدر مرگ میبیند که اشک او خشک میشود و قادر به گریستن نیست، و بعد از اینکه قدری از عمر او گذشت دیگر از موسیقی و آواز هم لذت نمیبرد، زیرا پزشکی که همه عمر در مجاورت برودت مرگ زندگی کرده، حرارتی را که برای استفاده از موسیقی و آواز لازم است از دست میدهد. سپس گفتم ای شاهزاده خانم مهربان که هنوز شوهری انتخاب نکرده ای، بدان که جوانی مثل روز گرم تابستان و پیری مانند روز نیم گرم پاییز و مرگ چون روز سرد زمستان است، و اگر کسی از روزهای گرم تابستان و ایام نیم گرم پاییز استفاده نکند، بعد از اینکه روزهای سرد زمستان و مرگ فرا رسید دیگر استفاده نخواهد کرد. باکتاتون گفت سینوهه، راجع به مرگ با من صحبت نکن، زیرا من میل ندارم که در خصوص مرگ فکر کنم، چون جوان هستم و شهد زندگی در کام من شیرین است. من هم مثل تو نمیتوانم گریه کنم، زیرا من از خدایان به وجود آمدم و کسی که مولود خدایان است نباید گریه کند، و از این گذشته گریستن سبب می شود که چیزهایی که برای زیبایی به صورت خود مالیدم شسته گردد و از بین برود، ولی چون باید کسی بر مرگ مادر من گریه کند، اینک می روم و زنی را به اینجا می فرستم که اشک بریزد. گفتم باکتاتون، از لحظه که من تو را دیدم و مشاهده کردم که زیبا هستی، طوری به هیجان آمدم که اگر تو اینک زن جوانی را برای گریستن به اینجا بفرستی، من یک لحظه هم در اینجا نخواهم ماند. پس برو و یک زن پیر را اینجا بفرست که برای مادرت گریه کند. باکتاتون به شوخی گفت سینوهه، من شنیده بودم که تو به خدایان اعتقاد نداری، ولی فکر نمی کردم که برای اموات نیز قائل به احترام نیستی، و چون مادر من مرده نباید کنار جنازه او از این حرف ها بزنی، ولی لحن شوخی او و مسرتی که از گفته من به او دست داد بر من آشکار کرد که وی از گفته من لذت برده است. من این حرف ها را از روی عمد به خواهر فرعون زدم و منظوری از این گفته ها داشتم. باکتاتون رفت و یکی از زنهای کاخ سلطنتی را فرستاد و من مشاهده کردم که زن مزبور پیر است. در کاخ سلطنتی غیر از زنهای جوان پیوسته عده‌ای از زنهای پیر به سر می بردند و آنها عبارت بودند از زنهای فرعون سابق، زنهای شوهر تی ای و دایه ها و پرستاران اطفال سلطنتی و خدمتکاران و کنیزان پیر. ولی اکثر پیرزنها خود را جوان می دانستند و چون در کاخ سلطنتی به سر می بردند، امیدوار بودند که بدین مناسبت مردی به هوش بیفتد و با آنها کوزه بشکند.